سلام میکنم به همه شما عزیزان. بسیار بسیار خوشحالم و بسیار افتخار بزرگی هست برای من و همسرم که اینجا در بین شما هستیم و تشکر میکنم از پاستر آلبرت و پاستر نسرین که در واقع امکان رو برای ما فراهم کردن که در خدمت شما عزیزان باشیم. واقعا باعث افتخار هست و هیچ چیزی برای من و برای همسرم زیباتر و بهتر از این نیست که بیایم و از نیکویی خداوند برای فرزندان خداوند بگیم. ما در سرودها خوندیم که ما شاد هستیم و کلام خدا میگه عمل کننده کلام باشید و ما نمیخوایم فقط در کلیسا یک سری اشعار یا کلمات رو بگیم. واقعا ما شاد هستیم و این رو اثبات میکنیم که شاد هستیم و هیچ ترسی نداریم و هیچ نگرانی نداریم، چون خیلی از چیزهایی که من میخواستم در مقدمه بگم خدا رو شکر که شالبرت توی پرستش ها گفت و واقعا فوق العاده بود که چطور خداوند اون چیزی رو که میخواد میگه و ما هیچ ترسی نداریم. میدونید چرا؟ چون خوندیم نیکویی او جاودان هست. در مزمور 23 آیه 6 میگه نیکویی و رحمت خداوند تمام عمر منو دنبال خواهد کرد. پس ما هیچ ترس و نگرانی نداریم و شاد هستیم چون نیکویی او جاودان هست. پس قبل از هر چیز یک دست به افتخار این خداوند میزنیم که نیکوییش جاودانه. هللویا هللویا هللویا. واقعا عیسی هیچ کس شبیه تو نیست. عیسی هیچ کس شبیه تو نیست. و میدونید عزیزان، در طول مدت پرستش حضور خداوند، حضور روح خدا رو اینقدر پر حس می کردم اینجا و ایمان داشتم که جایی که حضور خداوند هست قطعا نشانه ها و معجزات اتفاق خواهد افتاد. و پیش از اینکه هر چیزی رو بگم، میخوام اون چیزی رو که خداوند نشون داد در طول پرستش ها اون رو با شما به اشتراک بذارم. و اگه اجازه داشته باشم، اون خواهر عزیزی که اون انتها نشستن، شما تنها فارسی بلدید یا نه اون خواهری که انتها هستن ایرانی هستید، میتونم خواهش کنم بیاید جلو؟ خانم من یه صندلی میتونه بره اونورتر و شما با این فاصله اجتماعی اگر ایرادی نداشته باشه بیاید و جلو بشینید. خداوند در طول پرستش به من نشون داد که این رو به شما بگم، زمان به انتها نرسیده و خداوند میخواد یک زمان نو رو با شما شروع بکنه. اگر میخواید که تصویرتون در دوربین نباشه، میتونید از اون پشت بیاید. و خداوند میخواد که زمان نوی رو با شما شروع بکنه و خداوند میخواد که شما رو از نگرانی و ترس ها جدا بکنه و نشونه اون اطمینان و آرامشی هست که خداوند در قلب شما خواهد قرار داد. و خداوند اشک های شما رو دیده و به نشانه این که محبت خداوند رو به طور خاص ببینید، خوابی آرام رو به شما خواهد داد که آرام بخوابید تا نیکویی او رو بچشید. و خداوند شما رو میخواد که از ترس هاتون جدا بکنه. چطور دیدم که روح القدس بذر امید رو در قلب شما پاشید و خداوند میخواد که امروز در این لحظه شما رو و قلبتون رو با امید پر بکنه. برکت بدیم شما رو به نام عیسی مسیح و شما رو جدا میکنیم از هر گونه ترس و نگرانی در نام عیسی مسیح، به اسم عیسی مسیح. و اون چیزی که اراده نیکوی خداوند هست برای شما به جلو میخونیم و خداوند میگه که من تو رو دیدم دختر محبوب من. و خداوند نمیخواد که تو رو در انتها داشته باشه، بلکه خداوند میخواد که تو ببینی که تو در ردیف اول هستی و او تو رو میبینه. او تو رو میبینه و تمام روزهای زندگی تو رو دیده. برکت خداوند با تو باشه. و عزیزان، من گروهی رو دیدم، خانم های جوان و آقایان جوان که در گذشته خودشون محصور موندن در گذشته و این تلخی و فلاشبک زدن مدام به گذشته باعث شده که اون کیفیت زندگی شما از بین بره، باعث شده که ترس حاکم بشه. و امروز روزی هست که خداوند با حضورش اینجا میخواد که شما رو از ترس و نگرانی آزاد بکنه. به طور خاص خانم جوانی رو دیدم که در هفته های گذشته نتونسته به خاطر اون افکار و نبخشیدن بخوابه و خداوند امروز میخواد که تو رو آزاد بکنه. به طور خاص شخصی رو دیدم که درد در زانوی خودش داره و خداوند تو رو شفا خواهد داد برای که نیکویی و محبت او رو امروز بچشی به طور خاص. هللویا هللویا. واو. داستان من با عیسی مسیح از حدود 9 سال پیش شروع شد، جایی که به هیچ خدایی باور نداشتم و در اتاقم در حالی که بسیار بسیار شدید درگیر اعتیاد بودم، اعتیاد به مواد مخدر و همه چیزم رو از دست داده بودم و هیچ امیدی نداشتم، از طرف خانواده در شرف طرد بودم، شروع کردم و با یک خدایی که ناشناخته هست صحبت کردم و گفتم
اگر خدایی وجود داره میبایست که دستهای تو به این شکل وارد زندگی من بشه و من رو بیرون بکشه. اگر هستی و واقعا به واسطه یک معجزه من با اینکه پاس نداشتم، کارت پایان خدمت نداشتم، تونستم اینها رو به دست بیارم و از ایران خارج شم و به ترکیه برم. چرا این قصه رو میخوام بگم؟ به خاطر اینکه من از زمانی که کشیش آلبرت 3 ماه و نیم پیش حدوداً ما همدیگر در هامبورگ ملاقات کردیم و گفت که من این روز این افتخار رو خواهم داشت که در خدمت شما عزیزان باشم، من مدام از خداوند میپرسیدم که خداوند پیغامت برای کلیسای هامبورگ چیه، برای بچه های هامبورگ چیه، و خداوند گفت من میخوام که این عزیزان یک تصویر واضح و خوبی از من داشته باشن، بدونن که هدف من برای اونها چیه. و میدونید هدف خدا برای شما چیه؟ خداوند میخواد که همونطوری که در کلامش میگه، در مزمور 91 یا در فکر میکنم کتاب اول پتروس هم هست، که خود را زیر دست نیرومند خداوند فروتن سازید که او در زمان مناسب خود شما را سرفراز خواهد کرد. خداوند میخواد که تو رو و من رو، تک تک ما رو سرفراز بکنه. این هدف خداوند هست برای تک تک ما، هیچ چیز دیگه ای نیست. خداوند میخواد که ما رو سرفراز بکنه. و همونطوری که کشیش آلبرت هم در طول پرستش ها میگفته، خداوند دوست داره که از ما بشنوه و خداوند صحبت میکنه با ما و میشنوه. و این توی آلمانی خیلی جالب هست، وقتی که این آیه رو به زبان آلمانی میخونیم میگه که ده هر ویل دیش اهون، یعنی مشابه اهون، نه فقط بشنوه، یعنی خدای خدایی نیست که فقط بخواد از ما بشنوه زندن، بلکه میخواد که ما رو هم سرفراز بکنه. نیش نو اهون زندن اوخ اهون، و ما رو بالا ببره، سرفراز بکنه. و این خدا وقتی که من اون رو خوندم در 9 سال پیش حدوداً 10 سال پیش شاید، و واقعا تا یک معجزه رفتم به ترکیه و در ترکیه یک شخصی که توی خیابون می‌خواستم ازش آدرس بپرسم به من گفت که ما کلیسای خانگی داریم اگه دوست داری بیا، و من اصلا نمی‌دونستم کلیسای خانگی چی هست، اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به مسیحیت نداشتم. و فردای اون روز رفتم به اون کلیسا و کشیش اون کلیسا که قطعا شاید خیلی از شما عزیزان این کشیش رو می‌شناسید، کشیش کامبیز سقایی که الان در امریکا هستن، در حال درس کتاب مقدس بودم، موعظه نبود، در حال درس بودم. ما وسط جلسه اومدیم و رفتیم نشستیم اون ته و ایشون در طول جلسه شروع کرد به سوال کردن چه کسی زندگیش خراب بوده، چه کسی زندان بوده، چه کسی اعتیاد بوده، چه اعتیاد داشته، چه کسی نابود بوده. و فکر کنید با تمام این سوالهای منفی من میباید که خودم رو ملت میکردم و دستم رو میبردم بالا. یعنی تازه 2 دقیقه است که وارد کلیسا شدم و ایشون این سوالها رو میپرسه و من برای هر سوال منفی میباید که دستم رو بلند میکردم و مدام فکرم این بود که اینا الان راجع من چی فکر میکنن، الان پرتم میکنن بیرون. و اولین چیزی که گفت، گفت خداوند تو رو انتخاب کرده. و این جمله میدونید به خودی خودش هیچ بار و تأثیر روی من نداشت، جمله کشیش سقایی، بلکه جمله یک سکیوریتی در روز قبل بود که در واقع اثر رو روی من گذاشت. چون من بدون هیچ هدفی رفته بودم ترکیه و گفتم که میریم سفارتخونه ها این ور اون ور ویزا میگیریم، میریم سفارت اسرائیل میگه ما ایرانیم مثلا ضد حکومتیم، بیاید به ما ویزا بدید، از این حرفا. و حساب کنید با اون وضع ظاهری که به واسطه اعتیادم داشتم، 57-58 کیلو، اصلا چهره خیلی مشخصی بود که چطور آدمی هستم. و وقتی که رفتیم به سفارت آلمان، جلوی در اون سکیوریتی که بود گفت چی میخواید اینجا؟ و ما با یه انگلیسی دست پا شکسته گفتیم ما میخواییم ویزا بگیریم بریم آلمان. و اونم گفتش که برو آقا، برو آلمان، تو لازم نداره، من آلمان تو رو میخواد چی کار. و وقتی که کشیش سقایی به من گفت که خدا تو رو انتخاب کرده و خدا تو رو لازم داره، سوال توی ذهن من بود که این چه خدایی هست و کی هست که دیروز سکیوریتی در جلوی در سفارت آلمان به من گفت که آلمان تو رو میخواد چیکار و این میگه خدا تو رو لازم داره. و من توی یک شرط بسیار سختی بودم از لحاظ مالی، از همه نظر. و در پایان جلسه یا شاید یک شنبهش، همسر کشیش سقایی یک نبوتی رو برای من کرد و اون آیه بود از کتاب یوئیل که خداوند سالهای ملخ خورده رو به تو بر خواهد گردوند. و این یک انگبوت فوق‌العاده بود برای من، برای اینکه ادامه پیدا بکنه رفتنم به کلیسا. چون گفتم واو، خدای اینا، خدای ما که کاری نتونست بکنه، خدای اینا الان هم من لازم داره، هم اون چیزایی که از دست دادم و من میخواد برگردونه. و این
چیزی بود که باعث شد که من برم به کلیسا و در ترکیه میرفتم کلیسا، ولی اون ارتباطی که باید با مسیح داشته باشم رو نداشتم. تا خیلی جالب هست، امروز 23 آگوست 2020، 5 سال پیش همچین روزی 23 آگوست 2015 اولین روزی بود که ما به کلیسای آفتنویگ رفتیم و بعد از 5 سال امروز دقیقا سالگرد اون روز هست، ما 21 آگوست 2015 اومدیم به آلمان. و امروز من اتفاقی رو اینجا تجربه کردم در طول پرستشا که 5 سال پیش تجربه کرده بودم، و اون آرامش، شادی و فضایی بود که شما در طول پرستشا داشتید. چون زمانی که من آلمانی ها رو دیدم در اون پرستش، گفتم که او اینا چقدر قشنگ میپرن بالا پایین و پرستش میکنن خداوند رو، منم میخوام که این شادی رو داشته باشم. و فکر میکردم اونا این شادی رو دارن چون در آلمان زندگی میکنن، اما هرچه بیشتر خداوند رو شناختم، روح القدس رو شناختم، متوجه شدم که این یک شادی زمینی نیست، این یک شادی آسمانی هست. و امروز این رو اینجا احساس کردم و میخوام این رو به شما بگم، شما همون نور و نمک جهانی هستید که عیسی گفته. وقتی که شاید خودتون ندونید، اما شما بسیار با ارزش هستید برای ملکوت خداوند. تک تک شما، همه کسانی که چه بالا نشستید، چه پایین، چه عقب، چه جلو، به خاطر اینکه اگر کسی عیسی رو نشناسه، اگر یک شخصی مثل کاوه 5 سال پیش وارد کلیسا بشه و شما رو از پشت حتی از چهره نبینه، چون نور از همه طرف میدرخشه، مهم نیست که از روبرو ببینی یا از کنار یا از پشت، و وقتی که شخصی وارد اینجا بشه و این اتمسفر رو ببینه، او هم میگه من هم میخوام این رو داشته باشم. و این دقیقاً چیزیه که عیسی از ما میخواد. پس مهم نیست که ما در کدوم جایگاه هستیم، پاستور آلبرتیم که این جلو آمبیتون رو انجام میده، یا شخصی که پشت دوربین هست، یا شخصی که اونجا میشینه، همه شما همونطوری که کلام میگه بدن مسیح هستید و تک تکتون مهم هستید برای ملکوت خداوند. این رو با گارانتی میگم به شما که همه شما، همه شما بسیار 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 مهم و عزیز هستید برای خدا و حضورتون بسیار مؤثر هست در ملکوت خداوند. اما داستان فقط این نبود. من البته هنوز تو مقدمم وارد موضوع نشدم، ببخشید، بعد یه خورده فکرم وقت بیشتر رو هم بدید. بعد از چند وقتی که به کلیسا میرفتم، اما هیچ تغییری نکرده بودم، و این متاسفانه نکته‌ای هست که خیلی از مسیحی ها باش دست به گریبان هستن، زندگیشون رو به عیسی مسیح میدن ولی از اون کیفیت و کوالیته زندگی آسمانی روی زمین بهره مند نیستن. میدونید فرق مسیحیت با اسلام اینه که توی اسلام به ما میگفتن اینجا روی زمین ما باید درد بکشیم، اذیت بشیم، بدبختی بکشیم، یک روزی که مردیم رفتیم توی آسمون همه چی خوب میشه. ولی من میگم توی مسیحیت اگر که ما یه روزی بیایم بریم، واقعا تصور کنیم که این اتفاق افتاده که رفتیم پیش عیسی مسیح در آسمان هستیم و این امکان رو داریم که پایین رو ببینیم، اون وقت نباید تأسف بخوریم که چه امکانی رو داشتیم، که چه زندگی رو اینجا روی زمین داشته باشیم ولی نداشتیم. چرا؟ چون همچنان اون سبک و استایل گذشتمون رو داشتیم، یعنی مسیحی شده بودیم ولی همچنان همون آدم قبلی مونده بودیم. یعنی اون تبدیل در روح، اون چیزی که پولس در کتاب رومیان هم میگه رو تجربه نکرده باشیم. من دقیقاً برای من بود و متاسفانه من خیلی از مسیحیان رو هم میبینم که این اتفاق براشون میفته، یعنی اون کیفیت زندگی آسمانی رو اینجا روی زمین تجربه نمیکنن، اما این واقعاً قابلیت تجربه رو داره روی زمین. یعنی ما میتونیم تمام اون چیزهایی که در کتاب مقدس گفته، اون آرامشی که عیسی قول داد که دنیا به ما نمیتونه بده، رو اینجا روی زمین تجربه بکنیم و میبایست که اون رو تجربه بکنیم، چون اون وقت خیلی شاده و حیف خواهد بود که اونور ببینیم که داشتیم امکانش رو استفاده نکردیم. و در مورد من هم همین طور بود، مسیحی شده بودم ولی همه خصوصیات اخلاقی همون کاوه سابق. تا یک روز توی هاستل بودیم توی ایام اوایل پناهندگی که تصمیم گرفتم، گفتم نه من دیگه از خانمم جدا میشم، من دیگه نمیتونم با این زندگی کنم، مشکل داریم و همه این داستان ها، و تصمیمم رو گرفتم که جدا بشم از همسرم. و برای اولین بار صدای خداوند رو به همین وضوحی که من با شما صحبت میکنم شنیدم. خانمم رفته بود باشگاه ورزش و من تنها بودم و مطمئن بودم که بیاد فرداش دیگه میگم که ما باید جدا بشیم، و خداوند اومد. و وقتی خداوند میاد با انگبوت‌های خودش، اون نمیاد که ما رو تنبیه بکنه، نمیاد که ما رو خراب بکنه، بلکه اون میاد که ما رو سرافراز بکنه. دو چیز رو خداوند به من گفت: حواست رو به زندگی نازی بده و تمرکزت روی زندگی نازی باشه، و برو و در کلیسای آفتنویگ خدمت کن. هر دوش خیلی چیز سختی بود برای من توی اون زمان، به این دلیل که در اون زمان
من مسیحی شده بودم ولی همچنان مشروب می‌خوردم در حد تیم ملی. البته مخالفش نیستم اگر آدم شراب بخوره یا ویسکی بخوره، ولی در اون حد افراط من این کارها رو انجام می‌دادم و خیلی مسائل دیگه هم همچنان بود. و گفتم که چه بد، مسئله زبان هم بود. کلیسای ما هم یه کلیسای اینترنشنال خیلی بزرگ هست که 1,000 تا 800-900 تا عضو داره و خیلی بزرگ، و اصلا از درش وارد میشی تو کیو ببینی که بگی من میخوام اینجا خدمت کنم، و اصلا تو چه کاری ازت برمیاد یه هفته است اومدی آلمان. و این رو چندین بار از خداوند شنیدم که برو و در کلیسای آفتنبک شروع کن به خدمت. و با نازی مطرح کردم و نازی گفت که میتونیم بریم و بگیم که ما میخواییم توالت ها رو بشوریم چون نیاز به زبان نداره. و از این طریق ما شروع کردیم و در واقع خدمتمون رو در کلیسای آفتنبک شروع کردیم. منتها گفتن که نه، توالت ها رو کس دیگه ای تمیز میکنه و شما میتونید که خانم در بگروسونگ دینست خدمت بکنه و شما در پارک پلاس. و از اون زمان شروع کردیم به این خدمت ها و جلو طرف. چرا این رو میگم؟ به این دلیل که ما دیروز یه جشن کوچیکی رو خودمون گرفتیم و خانم من هم توی صفحه اینستاگرامش یه استوری گذاشت و گفت ما مینوشیم این ذکر رو برای خداوندی که ما با هیچ اومدیم به آلمان ولی زندگیمون رو بر اساس وعده های او بنا کردیم. خداوند یک خدای وفاداره. در کلامش میگه او وفادار میمونه حتی اگه ما وفادار نمونیم. میدونید؟ و اصل و اساس این هست که من فکر میکنم خود من سالها تلاش کردم که یک زندگی خیلی ایدئال و خوب داشته باشم، اما هیچ وقت موفق نشدم. اما از اون زمانی که خداوند گفت این راه رو برو و من تلاش کردم که زندگیم رو بر اساس وعده های او بنا بکنم، واقعا ثمرش رو دیدم. و این رو میخوام بگم که این وعده برای تک تک ما هست، این انگبوت برای همه ما صدق میکنه. و حالا وارد بحثمون که بشیم سعی میکنیم که یه خورده سریعتر هم مسائل رو جلو ببریم، ولی خواستم که در واقع یک آشنایی با من داشته باشید و بحثمون رو در واقع شروع میکنیم. موضوعی که خیلی مهم هست، چون خیلی وقتا پیش میومد مخصوصا ما به این دلیل که اون بکگراند اسلامی رو داریم، چطور دعا بکنیم و چطور واکنش نشون بدیم وقتی که سختی پیش میاد. معمولا همه ما شرایطی رو تجربه میکنیم که سختی های پیش میاد، و اینکه چطور میبایست دعا بکنیم، اون فرم دعا کردنمون چیه، اون واکنشامون چیه، و اساسا چطور میتونیم در وسط مشکلاتمون ترس نداشته باشیم، چطور میتونیم نترسیم. این موضوعی بود که خیلی مدت ها من رو مشغول خودش کرده بود. و من عاشق مزامیر هستم، من شیفته مزامیرم و فوق العاده پادشاه داوود رو دوست دارم، ازش خیلی چیز یاد میگیرم. و به خاطر همین فکر کردم که در واقع بهترین دوستم در عهد عتیق میتونه که یک استاد خوب باشه توی این زمینه و ما رو خیلی کمک بکنه. به خاطر همین شروع کردم مزامیر رو بررسی کردم و نگاه کردن برای اینکه ببینم که این چطور هست، اصلا چطور ما باید دعا بکنیم، چون ما نیاز به یک الگو، به یک فرمت داریم دیگه. و هدفم هم از این مزامیری که میارم این هست که در پایانش ما یک در واقع فوربیلد و الگوی خیلی تیفی داشته باشیم که بتونیم بر اساس کتاب مقدس اونطور واکنش نشون بدیم در سختی هامون. اما اینکه واقعا خود دعا چیست، خود دعا به خودی خودش چی هست، من یه آیه پیدا کردم توی کتاب زکریا هست. البته این رو مایکل کولیانوس هم توی یکی از کتاب‌های خودش آورده. زکریا باب 12 آیه 10 هست که میگه اما بر روی خانه داوود و ساکنان اورشلیم من روح فیض و روح دعا را خواهم ریخت. یعنی این به ما یک چراغی میده که بفهمیم دعا چیست. دعا در واقع یک روح هست. یعنی ما به خودی خود نمیتونیم بیایم یک چیزی رو از درون خودمون فرم بدیم و بکنیم، ما نیاز به این داریم که این روح بر ما قرار بگیره و به اون شکل دعا بکنیم. اما وقتی که بیایم به داستان داوید نگاه بکنیم، همه شما قطعا این شخص رو میشناسید. اون زمانی که در واقع خداوند اومد و داوود رو که یک انسان کاملا عادی بود انتخاب کرد و در واقع به ساموئل گفت که برو و اون ظرف روغن رو پر کن و برو توی خانه در واقع پدر داوود و من میخوام که در واقع یک پادشاه برگزینم. و این شخص عادی تبدیل شد به در واقع یک شخصی که مسح خداوند رو داشت و کم کم در مسیری قرار گرفت که حسادت شاول رو برانگیخت. یعنی شاول حسادت میکرد به اون
و مجبور شد در یک جایی فرار کنه از اون محلی که توی در واقع کاخ پادشاه داشت. و حالا تصور کن، شاید برای خیلی از ماها این قابل درک باشه، مثلا ماها که ایران رو ترک کردیم، مثلا خیلی‌ها شاید خونه داشتن، ماشین داشتن، شرایط خوب داشتن، موقعیت شغلی خوب داشتن، همه این چیزا خوب بوده و حالا باید بری. یعنی اگه بخوایم چند تا نکته بشماریم، مثلا داوود یک سرباز و یک سردار خیلی قوی شده بود اون موقع، یک سرباز موفق بود، توی اون خانه پادشاه داشت کار میکرد، در واقع مردم اون رو دوست داشتن، از همه مهمتر فکر میکرد و ایدهش و تصورش این بود که خداوند دائم با او هست. این رو همیشه خودش میگفت و ایمان داشت که همونطوری که گفتیم در مزمور 23 هم نیکویی و رحمت خداوند تمام عمر او رو دنبال خواهد کرد. و الان میرسه به یه نقطه ای که خیلی هم شاید کمیک به نظر بیاد، خداوند اون رو میخونه، یه مأموریتی بهش میده، بعد سختی ها شروع میشه، الان باید همه چیزایی که خدا هم بهش داده رو ول کنه. اصلا یه خورده آدم هم که فکر میکنه میگه به عقل این خدایه مثلا من شک میکنم که این چی هست. و داوود در یک همچین موقعیتی قرار میگیره و میبایستی که همه اینها رو از دست بده و بذاره و بره. و اما یک چیز رو وقتی که ما مزامیری که من انتخاب کردم، البته هیچ ترسی نداشته باشید، همه اینها رو نمیخونیم، فقط مفهومی اینا رو میگم. و یک نکته، ممکنه آیاتی که من میگم شمارش با فارسی فرق بکنه، به این دلیل که من الهیات رو در مؤسسه آلمانی یاد گرفتم و بیشتر موضوعات به زبان آلمانی می‌نویسم و مزامیر به زبان آلمانی بعضی از چیزاش فرق میکنه، شماره‌هاش. و احیانا اگر اینطور بود ببخشید، یکی آیه بالا پایین میشه، چون همه رو من به آلمانی نوشتم متاسفانه. توی مزمورها، مثلا مزمور 20، 54، 55، 56، 57، 59 و مثلا 143، اگر ما بیاییم نگاه بکنیم موقعیت داوود رو، توی 54، 56، 57، 59 و 143 توی موقعیت هایی که در فرار هست، فرار داره میکنه از دست مثلا شاول و آدم های اون، و توی مثلا مزمور 20 و 55 توی موقعیت های سخت دیگه ای هست، ولی در هر حال وضعیت خوبی نداره، یعنی دوروبرش پر از مشکلات هست. و یک نکته که خیلی مهمه که از همین ابتدا میخوایم که در واقع یک چیزی باشه که شالبرت هم در پرستش ها گفتن، این خیلی نکته مهمی عزیزان، که ما وقتی که مشکلات در وسط مشکلات هستیم، نگاهمون به مشکلات نباشه، نگاهمون به عیسی مسیح باشه، به اون کسی که نیکوییش جاودان هست. و از الان میخوام این رو بگم، اگر هر کدوم از شما با ترس، با نگرانی، به خصوص ترس، چون خداوند در طول پرستش ها هم به من نشون داد که امروز افرادی رو از ترس میخواد جدا بکنه، و این ترس فقط ترس از آدم ها نیست، ترس از گذشته نیست، ترس از آینده، ترس از آینده بچه هاتون، ترس از اینکه فردا چی میشه، ترس از اینکه اقامت هم چی میشه، خداوند میخواد که جدا بکنه. و میخوام بگم که از الان همه ما نگاهمون نه به مشکلات باشه ظرف چند دقیقه که زندگی داوود رو بررسی میکنه، بلکه همه نگاهمون به خداوندی باشه که نیکوییش جاودان هست. اولین چیزی که تو این مزامیری که گفتم نگاه بکنیم، داوود وقتی که تو این شرایط سخت قرار گرفته، شروع میکنه با خداوند صحبت کردن. و چطور؟ وضعیتی که در اون هست رو شرح میده، بسیار بسیار ساده، شاید البته خیلی از ما بشناسیم این رو، اما شروع میکنه و میگه که الان حالش چطور هست. مثلا در مزمور 55 3 میگه من آشفته و پریشانم، مثلا در 55 5 میگه دلم افسرده و غمگین هست، در 57 7 میگه زیر بار غم خم شده ام. این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ داوود صادق هست با خودش و با خداوند. داوود احتیاجی نمیبینه که مثل یک سوپرمن به حضور خدا بره، اشتباهی که بعضا خیلی از ماها میکنیم. خود من بارها و بارها مرتکب این اشتباه شدم، مشکل داشتم ولی با اون مشکلم به حضور خداوند نمیرفتم. ببینید، خداوند احتیاجی به این نداره که ما قوی باشیم، خداوند هیچ مشکلی با ضعیف بودن ما نداره. میدونید اون لحظه‌ای که عیسی مسیح در باغ عدن، زمانی که آدم و حوا خطا کردن، تصمیم گرفت که نجات دهنده اونها باشه، اون میدونست که آدم و حوا و همه کسانی که بعد اونها میان ضعیفن، میدونست که اینا آدم های پرفکتی نیستن، میدونست که اینا آدم هایی هن که خیلی قوی نیستن، و اصلا براش مشکلی نبود. و با همین آگاهی که کاوه ضعیفه، نازی ضعیفه، آلبرت ضعیفه، گفت من میرم و منجی اینا میشم، نجات ده. پس خدا هیچ مشکلی نداره با اینکه ما ضعیف باشیم، یعنی بریم به حضورش و بگیم خدای من زیر بار این فشار دارم له میشم، من دارم داغون میشم،
و پس داوود این کار رو میکنه و این اولین نکته مهمی هست که فکر میکنم ما میتونیم ازش یاد بگیریم و خیلی الان فکر میکنم با این اوصافی که گفتیم میتونیم بفهمیم که چه حالی داشته. در قدم بعدی داوود شروع میکنه و میگه که دشمنانش دارن چه کار میکنن علیه اون. مثلا در مزمور 54:5 میگه اشخاص مغرور علیه من برخواستند و مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند. یا اینکه در 56:2 میگه دشمنان تمام روز به من حمله میکنند و مرا عذاب میدهند و من تحت فشار بسیار هستم از این عذاب اینها. باز نکته مهم، داوود نمیگه که او وایسا این خداه، مگه نمیگیم همین شعری که خوندیم قادر متعال آلمشتیگ گلد همه چیز رو میدونه، چه لزومی داره که من بهش بگم که دشمنانم چی کارم کنست، چه لزومی داره که باش حرف بزنم؟ نه، او میدونه، اما این یک قدمی هست که تو رو میبره توی اون بتیون و رابطه با خداوند، درسته؟ پس این خیلی مهمه که ما وقتی که مشکل داریم، حتی مثلا با همسرمون، خدایا من با همسرم مشکل دارم، یعنی بعضی از ما این فکر رو میکنیم که میگیم که ولش کن اون خداست، اصلا من چرا باید باش حرف بزنم، اون که همه چیز رو میدونه پس مشکل منم بدونه، منم باش حرف نمیزنم. و این اشتباهه و ما میتونیم اینجا از داوود یاد بگیریم که حتی اگر نزدیکترین شخصمون باشه، همسرمون هم باشه، ما میتونیم، چون خداوند یک خدایی هست که دوست داره با ما توی مشارکت و رابطه باشه، او دوست داره که ما رو بشنوه. میدونید مثل زن و شوهرها هم هستن، زن و شوهرم، یه خانم قطعا از چهره همسرش میفهمه که اون مشکل داره و چقدر بده که اون مرد بره توی خونه و با خانمش راجع به مشکلش حرف نزنه، یعنی که من تو رو اصلا به هیچ حساب نمیکنم، درسته؟ اون خانم میفهمه این رو، میتونه که این ولی چقدر خوبه وقتی که مشکلش رو بهش میگه، من این مشکل رو دارم، مثلا مشکلم این هست، حتی اگه اون همسر راه حلی هم نتونه بده، اما تو اون رابطه رو داری تقویت میکنی و داوود این کار رو میکنه و این یک الگوی خوب هست برای همه ما فکر میکنم توی این شرایط. و فکر میکنم همه ما تا اینجا این شرایط رو میشناسیم، شاید خیلی از ما این کارها رو میکنیم، یعنی خیلی از ما قدم اول و دوم رو ور میداریم مثل داوود، یعنی میایم و میگیم که اوکی خدایا من حالم الان بده، این مشکلاتمو دارم، اینا رو دارم. ولی بعد نکته بعدی مهمه، قدم بعدی که توی این مزامیر از داوود میبینیم یک قدم در ایمان جلوتر میره. او ایمان داره، این رو کشیش آلبرت هم در پرستش ها گفتن که ایمان داشته باشیم، وقتی او رو میخونیم صدا میکنیم او میشنوه و دعاهای ما رو اجابت میکنه. داوود ایمان داره به این که وقتی که با خدا حرف میزنه با یه قابلمه حرف نزده، با خدای حرف زده که او رو میشنوه و اجابت میکنه. این بسیار بسیار نکته مهمی هست و این رو میبینیم که مثلا در مزمور 56:10 میگه در اون روزی که من او نام خداوند رو میخونم دشمنانم به عقب برمیگردن. یا در 57:4 میگه او از آسمان برای من نجات رو و راه حل رو خواهد فرستاد و از بالا و اعلا به من کمک خواهد کرد، در برابر چشم دشمنانم به من کمک خواهد کرد. در جای دیگه در مزامیر میگه و میگه که خداوند صخره نجات من است. این فوق‌العاده است، یه لحظه خوب دقت بکنید، داوود آدمی که خداوند اون رو میخونه به خدمت، میاد حالا یه زندگی لاکچری و خوب در کاخ چاول داره، بعد حالا همه رو باید بذاره پشت سرش فرار کنه بره، همه اون احترام، اون چیزی که مردم براش میذاشتن، داره شرح میده که چقدر حالش بده، داره میگه که پشتم خم شده، اشکم در اومده، داغونم، اما در بعد همه اینها داره میگه من میدونم که از آسمان برای من کمک میاد. و سوال من الان اینه که این اطمینان از کجا میاد؟ این ایمان، این اطمینانی که در قلب داوود هست از کجا میاد؟ اون چند تا جمله قبل داره میگه که چه حالی داره، داره شرح میده که داره داغون میشه، بعد یهو میگه من میدونم که از آسمان برای من کمک میرسه. میدونید جواب خیلی ساده است، داوود خداوند رو خیلی 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 خوب میشناخته و از همه مهمتر کلام اون رو هم میشناخته. قطعا اون زمان هم یک کتاب مقدسی بوده، حالا نه مثل اینی که ما داریم، اما داوود همون چیزی که در اون زمان هم بوده خونده بوده و او خداوند رو میشناخته. اما همه اینها به تنهایی کافی نیست،
مثلا من هم لیونل مسی رو میشناسم، خیلی چیزها در مورد لیونل مسی شنیدم، چند تا بچه داره، چقدر پول در میاره، چین، ولی خصوصیات اخلاقیش رو هیچی ازش نمیدونم. چرا؟ چون با لیونل مسی ارتباط ندارم، رابطه ندارم، درسته؟ اما داوود با این اطمینانی که داره صحبت میکنه نشون میده که نه تنها خدا رو میشناسه، بلکه در یک ارتباط تنگاتنگ با خداوند هست. و فقط این ارتباط تنگاتنگ با خدا کافی نیست، داوود نیکویی خداوند رو بارها دیده و چشیده. نکته مهم این هست، عیسی مسیح در ثانیه‌های آخر، شاید قبل از اینکه زمین رو ترک بکنه، به شاگردانش گفت در اورشلیم بمانید تا روح القدس بر شما خواهد آمد و شما قدرت دریافت خواهید کرد تا شاهدان من باشید تا انتهای دنیا، تا هامبورگ، تا کلیسای آلفا اومگا، مثل همه شما. و این اتفاق، شاهدان عیسی بودن، به نظر من هیچ ربطی به توانمندی و کیفیت کار من و شما و استعداد من و شما نداره. شاهد عیسی بودن هیچ ربطی به این نداره که کشیش آلبرت چقدر خوب میتونه آمبیتونگ بزنه، یا کشیش نسین چقدر خوب میتونه موعظه بکنه، یا فلان کشیش چقدر. این شاهد عیسی بودن اینطور نمیشه. شاهد عیسی بودن هیچ ربطی به استعداد و توانمندی من و شما نداره. یعنی نباید فکر بکنیم که فقط کشیش آلبرت و کشیش نسرین که جلو میستن میتونن شاهدان عیسی باشن، بلکه تک تک شما میتونید شاهدان عیسی باشید. و این یک راه بسیار کوتاه داره، این که شما وعده های خداوند رو که درای شما هست بشناسید اول، بعد اونها رو نقد کنید توی زندگیتون، بچشید نیکویی خدا رو. و اون وقت وقتی مردم این رو میبینن، شما اتوماتیکوار بدون این که هیچ کاری کرده باشید، فقط از تعریف و شهادت کارهای نیکوی خداوند میشید شاهدان عیسی. به همین سادگی همه ما میتونیم بدون توجه به استعداد و توانمندیمون، به این که چقدر مثلا الهیات میدونیم، میتونیم شاهدان مسیح باشیم. و نکته اینه، داوود هم نه بر اساس توانمندی خودش، بلکه فقط به این دلیل که آدمی بود که باز بود، در رو باز کرده بود برای اینکه فیض خداوند و برکت خداوند وارد زندگیش بشه و کمک خداوند وارد زندگیش بشه، این نیکویی رو چشیده بود. و این خیلی جالبه که او در وسط مشکلاتش میتونه این طور مطمئن باشه به اینکه خداوند نیکو است. و جایی که میبینیم توی مزمور 103 میگه که جان من خدا را بخوان، متبارک بخوان و فراموش نکن تمامی کارهای نیکی که او برای تو انجام داده است. بسیار بسیار نکته مهمیه، یعنی بسیار بسیار متد و شیوه خوبیه برای مشکلات. زمانی که مشکلات پیش میاد، دیدیم داوود چیکار کرد، شرایطش رو گفت، هیچ اشکالی نداره، ما هم قرار نیست سوپرمن باشیم، یک سوپرمن ما فقط داریم، اونم عیسی مسیح، خدا به دومی نیاز نداره. و شرایطو میگیم، میگیم که خدایا دشمنانمون هم چیکار کردن، همه اینا. اما داوود شروع میکنه و به یاد میاره کارهای نیکی که خداوند در زندگیش قبلا انجام داده بود. و این بسیار بسیار الگوی خوبی برای همه ما خواهد بود که در وسط مشکلاتمون یک لیست تهیه کنیم و شروع کنیم به این که بنویسیم خداوند قبلا چه کارهایی رو برای ما کرده. و مسئله فقط این نیست که داوود در واقع خداوند رو برای چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده تشکر کنه، بلکه میبینیم که او خداوند رو برای چیزهایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد هم تشکر میکنه و میگه که من ایمان دارم که از آسمان برای من کمک خواهد آمد و خداوند رو متبارک میخونه بابت اون. یعنی همون چیزی که کتاب مقدس میگه، ایمان ما به چیزهای ندیده هست، ایمان ما به چیزهای نادیدنی هست. و با این شکل، با این قدم ایمانی، داوود این اتفاقهای نیکو رو که خداوند برای او حاضر کرده بود، با ایمانش از دنیای نادیدنی در واقع به دنیای دیدنی میاره، با شکرگزاری که انجام میده. پس نه تنها برای گذشته، بلکه حتی برای چیزهای آینده. و در مزمور 54:6 میگه که میخواد که برای خداوند یک قربانی بیاره، و البته اون قربانی، قربانی شکرگزاری هست. اصلا فراموش نکنید شرایط داوود رو، در حال فرار، همه چیز رو از دست داده، خدایی که اون رو خونده که بیا مس، روغن، فلان، همه اینا، حالا همه چی رفته، حالا این آدم وسط این مشکلات
میخواد به خداوند قربانی شکرگزاری بده و این از کجا میاد؟ چون او کلام خداوند رو میشناخته، چون او میدونه. و ما میبینیم که مثلا در مزمور 50 اون مزمور نویس که آساف نام داره و یک شخصی بوده به شباهت کشیش آلبرت که یک بند بود در خودش و موسیقیدان و پرستش میزده و یک در واقع بند موسیقی بوده برای خودش و سرودهای پرستشی میزده، این مزمور رو مینویسه که فکر میکنم مجموعا 12 مزمور رو هم اون نوشته. میگه که هر کسی که برای خداوند، در واقع خداوند در این مزمور از این طریق با سه گروه صحبت میکنه و میگه هر کسی که برای من قربانی شکرگزاری بیاورد، من برای او در واقع مذبحی فراهم کرده که من بر روی او مذبح به اون راهی رو نشان خواهم داد که کلید مشکلاتش کجاست. به زبان خودمون، قربانی شکرگزاری وسط مشکلات. و ما توی عهد عتیق هر جا رو نگاه بکنیم، همه اون جاهایی که خداوند از یک قربانی خوشنود بود چه اتفاق میفتاد؟ آتش خداوند میریخت. و این چیزی هست که میتونه به استایل دعا کردن ما تبدیل بشه، به استایل زندگی ما. نه؟ یعنی این که ما بیایم، تا حالا وسط مشکلات قر میزدیم، شکایت میکردیم، دندونامونو به هم میفشردیم، از این به بعد بگیم میخوایم یک سبک دیگه ای رو امتحان بکنیم، میخوایم مثل داوید بیایم و در واقع الان در وسط مشکلات خداوند رو به این شکل پرستش بکنیم و شکرگزاری بکنیم. به خاطر اینکه در مزمور 34:8 میگه بیایید و بچشید که خداوند نیکو و خوب هست. و این بسیار مهمه. میدونید من زمانی که بیبل شوله رو میگذروندم و شهادت‌های مختلف رو میشنیدم، خیلی دوست داشتم که این چیزها رو بچشم. خیلی با عیسی حرف میزدم و میگفتم عیسی، این همه آدم دارن این حرفا رو میزنن و من هم میخوام که این چیزها رو بچشم و من هم دوست دارم که این نیکویی تو رو بچشم. این چی است؟ چون هیچ تصوری راجبش نداشتم. یک روز صبح توی پرستش‌ها که بودیم، ما همیشه صبح یک ساعت قبل از شروع کلاس های بیبل شوله پرستش داشتیم، خداوند یک ویزیون و رویایی رو به من داد که من شروع کنم به ترجمه یک سری کتاب های آلمانی. و من در اون زمان نه کامپیوتر داشتم، نه لپتاپ داشتم، نه هیچی، و فقط یک هندی ساده داشتم و با همون شروع کردم. بعد وقتی که کار پیش نمی رفت، خیلی فکر کردم که شاید این اصلا از فانتزی من بوده، یعنی اصلا صدای خدا نبوده، بلکه یه چیزی بوده که ذهن من گفته. و بعد رفتم و با خدا صحبت کردم و گفتم خداوند، من تا الان 5-6 ماه این کتاب که کتاب سختی هم هست و با یه موبایل شروع کردم، تا پیش نمیره، من نیاز به کامپیوتر دارم، نیاز به پرینتر دارم و پیش نمیره و پولم ندارم. و توت میالاید، من فکر کردم که این از طرف تو، ولی ظاهرا از طرف من بوده، یا اینکه اگه از طرف تو باید یه فکری بکنی. خانومم گفت پول جمع میکنیم، یه 300 یورو یه دونه لپتاپ میخریم. صبح رفتیم کلیسا و وقتی که پرستش ها تموم شد، یک خانم آقایی که آقا آمریکایی هستن و خانم آلمانی و از معلم های بیبل شوله ما هستن، دیدم که پشت در اتاق وایستادن و منتظر من، یه دونه مکبوک اپل هم توی دستشونه. و وقتی که من رو دیدن گفتن که صبح بخیر. گفتم صبح بخیر. گفتن خداوند دیروز به ما گفت که تو به کامپیوتر احتیاج داری و ما این کامپیوتر رو برای تو آوردیم. و توی اون لحظه بود که من گفتم واو، خداوند چقدر سریع تو واکنش نشون میدی. و من اگر میخواستم که کامپیوتر بخرم، قطعا نمیتونستم که یک مکبوک اپل بخرم و شاید چیز ارزونتر میخرم. اما تو وقتی که کاری رو میخوای انجام بدی، قطعا بهترینش رو انجام میدی و اون فرزورگای ما هستی و نیاز ما رو برطرف میکنی. و 2 یا 3 روز بعد یک فرد دیگه ای که هیچ ارتباطی با این افراد نداشت اومد و سر میز صبحانه در گوش من گفت که تو پرینتر داری؟ گفتم نه. گفت تو یه پرینتر از ما دریافت میکنی؟ بعدش که رفت SMS زد برام. و من فکر کردم که اینا خونهشون یه پرینتر دارن و حالا یه پرینتر جدید خریدن، قدیمی رو میخوام بدن به من. و بعد به من گفت آدرس خونتون رو بده که ما پرینتر رو برات بیاریم. وقتی که من آدرس رو دادم و اینها اومدن، من دیدم یک پرینتر سامسونگ با اون برچسب آمازون، تاریخش، همه چی که سفارش دادن و در واقع برای من سفارش داده بودن اومده بود. و میخوام این رو بگم که خداوند این طور هست. خداوند خدایی هست که بوده، هست و خواهد بود و هیچ فرقی بین کاوه، داوود و تک تک شماها و ماها نیست. خداوند برای همه ما نیکویش یکسان هست، چون کلام خدا میگه همه شما که عیسی، به عیسی مسیح ایمان آوردید، در واقع عیسی رو به تن کردید و اون چیزی که امروز خداوند میبینه
در تک تک ما پسرش عیسی مسیح هست، پس هیچ فرقی بین ما نیست و این نشونه این نیست که یک شخصی شایسته تر یا بالاتره که فیض خدا رو بیشتر میبینه، اصلا اینطور نیست. اما این مسئله رو وقتی که ازش بگذاریم به داوود برگردیم، گفتیم که او چشیده که خداوند نیکو هست و به یاد میاره گذشتش رو. حتی اگر داستان معروفش رو، اون جنگش با فلسطینی‌ها و با گولیاد رو به یاد بیاریم، اون زمان که هنوز یه سرباز ساده بود با اون قد کوتاه و اون گولیاد که 2-3 متر بود، همه چیز داشتن، تردید داشتن که آیا این میتونه، یا اینکه اصلا تردید که نه، اصلا شک نداشتن که این شکست میخوره. اما داوود یه جمله اونجا میگه که توی کتاب فکر میکنم که اول سموئیل هست این جمله، که بله اول سموئیل 17:37 هست، که میگه خداوندی که من رو از دهان شیران و ببران نجات داد، از شر این فلسطینی هم نجات خواهد داد. نکته خیلی مهم این هست که داوود یک بار یا دو بار در مشکلاتش به یاد نمی آورد نیکویی خواهد، بلکه یک رفتاری بوده که پیوسته بوده، استایل زندگیش بوده که مدام نیکویی خداوند رو به یاد بیاره. و این خیلی مهم هست که نه ما فقط یک بار، بلکه مدام نیکویی خداوند رو به یاد بیاریم در هر شرایطی. نکته بعدی که خیلی مهم هست و این دعایی هست که من همیشه برای خودم هم میکنم و برای همه ایماندارا، این که خداوند چشمان ما رو بکشا، باز کن، چشمان ما باز باشه که ببینیم. داوود یک شخصی بود که چشمان بازی داشت. داوود با چشمان باز میدید، اون میدید که اون چیزی که با او هست از اون چیزی که علیه او هست بسیار بسیار قوی تره. و این نکته ایه که شالبرت هم توی پرستش ها میگفتن، در مشکلات نگاه نکنیم به مشکلاتمون، نگاه بکنیم به عیسی مسیح، اینکه چشممون باز باشه. یک مثال بهتر از کتاب مقدس بخوام بیاریم، همه شما قطعا این رو میدونید، داستان علیشه و اون خادمش هست. وقتی که اونها بودن و اون لشکر بزرگی رو دید که گفت او علیشه ببین چقدر آدم ضد ما هستن، و علیشه چه دعایی کرد؟ دعا کرد خدای چشمان او رو باز کن که ببینه که چه قدرتی با ما هست. و این دعاییه که من هر روز برای خودم و برای همه ایماندارا میکنم که چشمان ما باز بشه. میدونید فقط کافیه که ما یک فرشتلونگ و یک تصویر درست از خداوند داشته باشیم، چشمانمون باز بشه و اگر اون رو ببینیم تمام ترس ها فرار خواهد کرد، دیگه لازم نیست که بترسیم. داوود یک مکاشفه ای داشته از نیکویی خداوند، از شخصیت خداوند، از اون در واقع معرفت و شناخت خداوند رو داشته. در مزمور 27 بازم توی یک جنگی بودن، اینجا هم میگه که من الان میدونم که خداوند مسح کننده خودش رو خدمت خواهد کرد. او از مکانهای مقدس خودش مرا حمایت خواهد کرد و کمک خواهد فرستاد. از بالاترین آسمان و با قدرت نجات بخش خودش به کمک من خواهد آمد. یک شناختی رو داشته و این رو اگر ما بیایم نگاه بکنیم، میدونید توی کلوسیان 1:10 توی عهد جدید میتونیم نگاه بکنیم، خیلی جالب هست. این میگه تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید. نکته که همه ما نیاز داریم. چرا؟ چون ما میتونیم یک مسیحی باشیم، ما میتونیم به عنوان یک مسیحی در کلیسا خدمت کنیم ولی شادی و آرامش نداشته باشیم. چرا؟ چون خدا رو نشناختیم. مثال بارزش خود من، به شما گفتم خداوند به من گفت برو در کلیسای آفتنوک خدمت کن، هر موقع زمان من تموم بود میتونید یه اشاره به من بکنید، ولی یه خورده گاز میدم ولی یه خورده همچنان مونده. خداوند به من گفت که برو در کلیسای آفتنوک خدمت کن و من مثل همه ایرانی ها که میدونید ما همه گرم حرارتی با عشق دویدم توی کلیسا و کار. به من اول گفتن هفته یک بار، ماهی یک بار در پارک پلاس. بعد من رفتم گفتم آقا ما یه بار کم، اگه میشه ما دو بار. بعد از پارک پلاس کم کم یه ذره زبانم بهتر شد، بیبرشوله اومد، آقا بیبرشوله رو گذروندیم. بعد گفتم بیا توی هایلونگز ناخمیتاگ، بعد بیا اینجا. یعنی خیلی شام اونا نمیگفتن، من خودم میرفتم از این عشق به خدا، هر جا هر کی کمک میخواست من میدویدم میرفتم نمیدونم اینا. و بعد مثلا یه خدمتی هم که به من داده بودن چلستینز بود که مثلا بعد از ظهر ما صبح ساعت 10 یه جلسه پرستشی داریم، بعد از ظهر ساعت 7 هم یه جلسه.
و مثلا به من کلید دادن، تو مسئولی بعد از ظهرها ساعت 7 بیای درارو باز کنی، همه بیان و بعدم برن. خب باید طبیعتا این ذره زودترم بیای. و از اونجایی که من در شناخت خداوند رشد نکرده بودم، فکر میکردم که خب خیلی خوب میشه که الان پاستورای کلیسا هم ببینن که من مثلا میام شیش و نیم میام یک شنبه گرما. همیشه سعی میکردم دره رو یه جوری باز کنم که مثلا ولفارد ببینه منو که شصلی کلیسا، در یه جوری دیر ببندم و برم که ببینن آقا کاوه امروز اینجا بوده. بعد هر کی هر جا کمک می‌خواست می‌دویدم می‌رفتم کمک باید بکنید دیگه، کمک نکنید دیگه بسی نیستی. بعد مشکل پیدا می‌کردم تو خونه با خانومم، خب اینم احتیاج داشت خانومم به من و میگفت خب تو کجایی بابا، همش که نمیشه کلیسا باشی. بعد نکته دیگه، یه روزی بود تو کلیسای ما یه برنامه‌ای بود، جلسه اعضای هایلونگز تیم، جلسه آیگه، جلسه هزار تا جلسه بود و من نگاه کردم دیدم مثلا 15 تا جلسه همزمان بود، من توی 13 تاش باید شرکت میکردم و تنها آدمی بودم که باید تو هر 13 تا، بقیه مثلا هر آلمانی توی جلسه بود. و گفتم خب حالا من انتخاب میکنم تو مهمترینش برم. مهمترینش از نظر من هایلونگز گوتستینس بود، جلسه شفا، چون ما میرفتیم اون جلو و میستادیم واسه مریضا دعا میکردیم خوب بشن. و صادقانه هم بگم اون موقع که من دعا میکردم هیچ کسی هم خوب نمیشد، به خاطر اینکه من همش دعا میکردم خوب بشن که بگن او دیدید اون ایرانیه دعا کرد اینا خوب شدن، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، به خاطر اینکه جایی که ما جلال رو برای خودمون بدیم خداوند جلالش رو با کسی تقسیم نمیکنه و جلال باید برای خداوند باشه نه برای ما. و من این اشتباه رو میکردم و اومدم و گفتم که من میرم برای هایلونگز گوتستینس. سر راه یه خانومی رو دیدم که توالتا رو تمیز میکرد، اونم از اعضای هایلونگز گوتستینس بود. و من همیشه ویزیونم این بود که بشم یکی مثلا دکتر ولفارد مارگیس، اون پاستور کلیسای خودمون که صدها کتاب نوشته، خیلی پاستور معروفی، یا جویس مایر، یا مثلا فکر می‌کردم اینجوری یکی که جلوه خیلی خوبه. و این خانم رو دیدم که توالت‌های کلیسا رو تمیز می‌کرد و همزمان عضو هایلونگز تیم هم بود. گفتم آنگلیکا نمیای بریم؟ ما همیشه نیم ساعت قبل از جلسه دعا می‌کردیم برای دعا. گفت من نمی‌تونم توی دو تا عروسی همزمان برقصم. من یه نگاهی به دستکش و اون توالت و توالت شوها کردم و اصلا برام سوال شد من نمیتونم توی دوتا عروسی همزمان این توالت شستن رو با اون جلو رفتم واسه. میگه یکی علتش فقط این بود که او به شناخت و معرفت در خدا رسیده بود و من نرسیده بودم، چون من فکر میکردم که من هرچی بیشتر کار بکنم برای خدا بهتره و زندگیمو داشتم از دست میدادم. و یه روزی به خدا گفتم که تو به من میگی برو تو کلیسا خدمت کن، من الان همش با زنم مشکل دارم، خب این چه داستانیه؟ و روح القدس به من گفت که خب اوکی آروم باش. وقتی هم که روح القدس میخواد ما رو اصلاح کنه، اینقدر لطیف و ملایم هست که لذت میبریم از اون. فقط از من یه سوال پرسید، کدوم یکی از این کارهایی که تو در کلیسا انجام میدی رو من به تو گفتم که انجام بده؟ آه سوالیه. گفتم هیچ کدوم، همه رو خودم انجام دادم. گفت مشکل همینه، من به تو چی گفتم؟ حواست به زندگی نازی باشه و برو در کلیسا خدمت کن، اما این کارهایی که تو میکنی رو بهت نگفتم. و گفتم چه کار باید بکنم؟ حالا در مورد این جلوتر میریم و میگم که چه اتفاقی بعد از اون افتاد. اما پس داوود شناخته، و این خیلی مهم هست که ما بدونیم، چون همه اینا به کیفیت زندگیمون برمیگرده. من میگم که ما میتونیم واقعا اون استایل زندگی آسمانی رو اینجا رو زمین داشته باشیم و باید داشته باشیم، ولی هر کدوم از این نکته ها رو که از جلوی دیدمون برداریم یه درجه از اون لول رو کاهش میده، چون شیطان میخواد که ما اون استایل زندگی رو نداشته باشیم. داوود در قدم بعدی با فروتنی به حضور خداوند میره و اینجاش رو من خیلی دوست دارم. داوود در مزمور 142:7 میگه خداوند را نگاه کن من چقدر ضعیفم. یا یک مثال دیگه اینجا اگر بخوایم بگیم، در دوم
فکر می‌کنم پادشاهان هست، من اشتباه نوشتم. فکر می‌کنم دوم پادشاهان هست، 20:12 پادشاه یهوشافات، زمانی که اونها هم بهشون خبر میدن لشکر دشمن اومده پشت در دروازه شهر، یهوشافات پادشاه برمیگرده میگه خدایا در ما هیچ قدرتی نیست و ما نمیتونیم علیه این دشمن پیروز بشیم. فروتنی، کلام خدا میگه با فروتنی به حضور خدا بیاید. میدونید من توی همین مشکلاتی که با خانومم داشتم سر خدمت‌های کلیسا، بعد همش میرفتم و میگفتم من بیبل شوله گذروندم، خب خانومم هم گذرونده، منم الهیات میخونم، الان نمیخونم، پس من بیشتر دارم میخونم و میفهمم. خدایا بهش حالی کن که داره اشتباه میکنه، من دارم به تو خدمت میکنم، بهش حالی کن. و باور کنید دقیقا همینجوری صحبت میکردم، خدایا تو که این هم با من حرف میزنی، خب یه ذرم با نازی حرف بزن، چرا با این حرف نمیزنی، چرا بهش نمیگه حق با کاوز. تا یه روز یه موعظه از جویس مایر شنیدم، گفت با فروتنی به حضور خدا برید. قبل همین داستانی بود که براتون گفتم، گفتم پس فرم سوال رو باید عوض کنم. خدایا مشکل توی رابطه ما الان کجا هست؟ چه چیزی هست؟ چه چیزی شده مشکل؟ اگه مشکل من هستم به من نشون بده. و این دقیقا همون چیزی بود که روح القدس میخواست. آها درست شد. خب الان بهت نشون میدم کدوم یکی از این کارها رو من از تو خواستم که توی کلیسا انجام بده. و گفتم هیچ کدوم. و نکته جالبتر این بود که در واقع قدم بعدی این بود که خداوند در واقع به من یاد بده که اجازه بده که من از تو استفاده کنم در کلیسا، نه اون کاری که تو میخوای، که در ادامه هم به این خواهیم رسید. اما یک چیزی که اینجا جالب هست که یهوشافات و داوود میدونستن و فوق‌العاده بود این بود که هر دوی اونها میدونستن که اونها یه مشکل دارن، دشمن اومده جونشون در خطره، اما یک چیز رو هم خیلی خوب میدونستن که حل کردن اون مشکل کار اونها نیست، کار اونها ستایش و پرستش خداوند هست و کار خداوند فوکوس کردن روی حل مشکلات. این واقعا کار میکنه. اونها این رو میدونستن، حل کردن مشکلات کار من و شما نیست، کار خداوند هست. کار من و شما ستایش و پرستش خداوند هست. و بعد از اون من هر شب وقتی که مشکل هم داشتم میخواستم برم بخوابم توی تخت، باور کنید که همیشه این کار رو انجام میدادم. گفتم خدایا من میخوام برم بخوابم و صبح هزار تا کار دارم و اگر نخوابم دیر بخوابم سردرد میشم و فردا خراب میشه، لطف میکنی تو قول دادی من تو رو پرستش میکنم، ستایش میکنم، تو این بار فکر رو درد از من بگیر، بذار من امشب بخوابم. و باور کنید که شبها اینقدر راحت بخواب میرم، چون اون وفادار، چون اون میخواد که با ما در رابطه باشه. فقط مسئله اینه که او واقعا جنتلمن هست و نیاز به دعوت ما داره، یعنی نیاز به این داره که ما دائم دعوتش بکنیم. یعنی ما نمیتونیم اگر الان ساعت 5 برای مشکلی دعوتش کردیم انتظار داشته باشیم ساعت 6 هم که مشکل پیش اومد اتوماتیک وار خودش بشه، بلکه هر لحظه نیاز داره به این که ما او رو دعوت بکنیم. پس این خیلی مهمه که ما مدام با او صحبت بکنیم. و میدونید خیلی خیلی بارها این سوال از من پیش اومده، بارها مثلا ما توی جلساتی بودیم که واقعا روح القدس چنان اومده و تأثیر گذاشته، شفاها اتفاق افتاده، آزادیها اتفاق افتاده، و افرادی توی این جلسات بودن که اومدن مثلا مثل الان کشیدستین و کشیالبرت که کنار هم نشستن، مثلا کشیالبرت مشکلش حل شده، مثلا شخصی که مثلا کنارش بوده حل نشده، و بعد این شخص اومده گفته آخه چطور میشه، ما یه جا بودیم، شما میگید قدرت روح القدس میریزه و اون دریافت میکنه و من دریافت نمیکنم. و این فقط یک علت داره، اون شخصی که مشکلش حل میشه یا حضور روح القدس رو دریافت میکنه از ته دل مثل داوود و یهوشافات ایمان داره که به کمک او نیاز داره. و اون شخصی که مشکلش حل میشه چون از درون قلب 100% مطمئن نیست که به کمک خدا نیاز داره و به خاطر همین یا باش حرف نمیزنه یا نمیگه، و تا زمانی که تو این اجازه رو نبشنیدی، تو دعوتش نکنی، او کاری نخواهد کرد، علی رغم این که او خداست و همه چیز رو میدونه، اما نیاز داره به این که تو دائما باش حرف بزنی و دعوتش کنی و از درون قلبت گواه باشی و شاهد باشی برای اینکه به کمکش نیاز داری. و داوود در ادامه در 57:8-10 میگه که قلب من الان تسلی پیدا کرده، قلب من آروم هست و الان میخوام بخونم و آواز سر بدم، میخوام پرستش بکنم، میخوام ستایش بکنم. اصلا نباید
به واسطه موضوع طولانی من فراموش بکنید که داوود همون آدمی که اولش گفت کمر من داره خم میشه، اشکم داره در میاد، این آدم وسط این مشکلاتش الان بساط پهن میخواد بکنه که پرستش بکنه، و این نشون میده که پرستش چقدر مهم هست، چون پرستش و ستایش تو اون مکانی که درش هستی رو به محیطی تبدیل میکنه که خداوند حکومت میکنه، و جایی که حکومت خدا هست، میدونید وقتی که شاگردان از عیسی مسیح پرسیدن که استاد به ما یاد بده که چطور دعا بکنیم، و چقدر من لذت بردم که شما با این سرود پرستشی با دعای پدر ما که در آسمانی جلستون رو شروع کردید، عیسی گفت چی؟ اراده تو بیاید، پادشاهی تو بیاید. میدونید عهد عتیق رو وقتی مرور بکنید، معجزاتی که اتفاق افتاده، من یه بار یه مقاله باید در مورد معجزات مینوشتم و خیلی تحقیق کردم، دیدم هر جایی که توی عهد عتیق معجزه اتفاق افتاده جایی بوده که اراده خدا می‌خواسته اجرا بشه، بشر ایستاده جلوش، دانگ، معجزه. خب به این سادگی داره مسیح به ما میگه بگید اراده خدا بشود. و نکته مهمتر در افسوسیان باب 1 آیات فکر می‌کنم 3 یا 4 هست، میگه خداوند پیش از پیدایش خلقت به ما اندیشید. آیا ایمان دارید که اسم شما چیه برادر عزیزم؟ علی. آیا ایمان داری که واقعا خدا یعنی پدر، پسر و روح القدس در پیش از پیدایش خلقت راجع به علی صحبت کردن؟ من ایمان دارم. شما ایمان داری؟ آمین. و این میدونید به چه معنی هست؟ وقتی که توی این جلسه تصور کنید، من میتونم با گارانتی بگم که این قطعا اتفاق افتاده، چون کلام خدا اینو نوشته. یعنی جایی بوده که پدر بوده، عیسی بوده و روح القدس، و توی اون جلسه حالا آیپد داشتن، کاغذ داشتن، می نوشتن، منشی داشتن، نمیدونم، ولی قطعاً چیزی برای ثبت داشتن و میدونستن که علی در سال 2020 در هامبورگ خواهد بود. راجبش صحبت کردن. ببین یک لحظه کافیه که چشمت رو ببندی و تصور کنی اون کسی که تمام قدرت در زمین و آسمان در دستان اوست، راجب تو پرزونلیش نشسته، صحبت کرده، وقت گذاشته، حرف زده، مشکلات تو میدونسته و همه اینا رو میدونسته، و همون وسط میدونسته که خطا هم میکنی، اشتباه هم میکنی، براش هیچ مشکلی نبوده، و اون عیسای وفادار در همون لحظه هم تصمیم گرفته که در واقع ناجی تو بشه، نجات دهنده تو بشه علارغم همه ضعفات. تو وقتی که این دید و مکاشفه رو جلوی چشت داشته باشی، آیا دلیلی برای ترس داری؟ چون میدونی که او که قادر مطلقه به تو فکر کرد. این حقیقت، این رئالتر از اینه که اسم من کاوست و اینجا وایستادم جلوی شما صحبت میکنم. عیسی، پدر و روح القدس این جلسه رو داشتن. به خاطر همین عیسی میگه به شاگرداش بگید اراده تو انجام شود، چون اون میدونسته که توی اون جلسه چی راجع به شما و من صحبت کردن و اون میبایست اجرا بشه، نه اون چیزی که من میخوام. و این دقیقاً چیزی بود که روح القدس وسط اون جلسه که من باهاش داشتم در مورد اینکه به نازی حالی کن و این حرفا بود و خدمت ها به من گفت که اراده خدا رو بطلب، اون چیزی که جای تو هست در کلیسا اتفاق بیفته. و بعدش هفته بعدش یک کشیشی به نام راینهارد هیرتلا که اتریشی هست و در برزیل خدمت میکنه به کلیسای ما اومد و یک موعظه کرد و یک جمله رو گفت از افسوسیان باب 2 آیه 10: ما ساخته دست خداوند هستیم برای کارهای نیکویی که او از پیش تعیین کرده. الان اینجا دو تا انتخاب داریم: کارهای نیکی که من میخوام انجام بدم روی زمین، یا کارهای نیکی که او انتخاب کرده. این انتخاب با من و شماست، این انتخاب با من و شماست که کدوم یکی از اینا رو میخوایم انجام بدیم. و اون روز روح القدس به من گفت انتخاب کن، ادامه میدی با این شکل یا اینکه میخوای اراده خدا انجام بشه. و من گفتم میخوام که اراده خدا انجام بشه. و باور کنید که ظرف یک یا دو هفته از طرف کلیسا ایمیلی رو دریافت کردم که بیا ما تو رو برای بیبرشوله میخوایم به عنوان کنتیم. بعد خیلی چیزای دیگه پیش اومد و این باعث شد که من خیلی بیشتر در زمینه الهیات تحصیل کنم، جلوتر برم، خدمت‌های بیشتر رو توی کلیسا داشته باشم. بیبرشوله فارسی رو گذاشتیم و محصول رو میخوام شهادت کار نیکوی خدا رو بدم. و از اون موقع خدا یه رویایی رو به ما داد که اینو فیلم برداری کنیم، و ما با دو تا دوربین کوچیک توی کلیسا شروع کردیم. چون کلیسای بزرگ که همیشه یک رویا بود براشون فیلم برداری بکنن، اما چون خیلی پرفکت نگاه میکردن به همه چی، میگفتن ما نیاز به 100,000 یورو پول داریم برای تجهیزات تکنیکمون و نمیکنیم و این حرفا، ما با دو تا دوربین کوچیک شروع کردیم و این پخش شد و خیلی پیغام ها به کلیسا اومد. مثلا یه پاستور از کره، از کانادا، از لبنان، از عراق که با ایرانی ها کار میکنن، یا افغان ها،
و این باعث شد اشپنده به کلیسا بیاد برای خرید دوربین و تجهیزات برای ایرانی ها و پول ها اومد و این دوربین ها و تجهیزات رو خریدن و ما با اینها ادامه دادیم و تیمی بنا شد که اتاق تشنیک همه اینها بنا شد و بعد خوردیم به قضیه کرونا، کلیسا تعطیل شد و فکر کردن که اوه ما الان باید چیکار کنیم، لایو استریم باید داشته باشیم، همه چی حاضره، دوربین، تیم، اتاق، صدا، همه چی، پولم که دادن دوربین خریداری شده، همه چی. و پس ببینید خداوند اینطور استفاده میکنه. خداوند میدونسته که در این سال کرونا میاد، کلیسا احتیاج داره و همه چیز از قبل انجام داد. به واسطه یه گروه کوچیکی که اومدن با وفاداری دوربین شخصیشون رو آوردن و این کارها. اما این رو میخوام بگم که حواسمون باید باشه بعضی وقتا وقتی که ما اراده خدا رو میخونیم این یه خورده هم برای ما ممکنه گرون تموم بشه از نظر مشکلاتی که برامون پیش میاد، اما یک فرق داره. من این رو با پوست و گوشت و استخوان چشیدم. زمانی که من با اراده خودم خدمت میکردم توی کلیسا آرامش و شادی نداشتم، با مشکل با خانومم درگیر می‌شدم یا هر چیزی پیش می‌اومد. زمانی که اراده خدا اومد و اون سیستم پیش رفت، مشکلاتی بسی بزرگتر از اون قبلی‌ها در کلیسای ما ایجاد شد، اما در دل همه اونها من همیشه آرامش داشتم، همیشه شادی داشتم، چون میدونستم که این کار کاریه که خداوند میخواد و او قطعا توی همون گشپرش هایی که هم داشتن سه نفری راه حلشو داره. پس من لازم نیست که ناراحت باشم، من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که وفادارانه بیستم برای اون چیزی که خداوند خوانده. پس اگر که اراده خداوند رو بخونیم در زندگیمون قطعا آرامش رو خواهیم داشت، حتی اگر مشکل داشته باشیم. و نکته ای که بسیار مهم هست، من دیگه تقریبا در آخر هستم، این هست که داوود در همینجا هم باقی نمیمونه که خداوند رو ستایش و پرستش بکنه. میگه خداوند رو نام خودت رو جلال بده و بلند کن بر روی آسمان ها و زمین، و میگه که و نام تو جلال پیدا کنه، نام تو بزرگ بشه، همه قوم ها تو رو بشناسن، همه بدونن که خدای اسرائیل خدا است. باز نباید فراموش بکنیم چقدر حالش بد بوده، در فرار بوده، همه این داستان ها وجود داشته، اما در همون وضعیت مشکلات خودش رو فراهم میکنه و میگه نام تو جلال پیدا کنه، توجه به ملکوت و پادشاهی خداوند. اون چیزی که در متی 6:33 میگه بیشتر از هر چیز به ملکوت من توجه کنید و اون چیزهایی که میخواهید به شما داده خواهد شد. و من میخوام یک جمله به شما بگم، این آیه و یک موعظه زندگی من رو عوض کرد. یک روز در کلیسا بودم، یک برادر با برکتی موعظه کرد و این آیه رو گفت. گفت بیشتر از هر چیز به ملکوت خدا توجه کنید، هر آنچه که میخواید بهتون داده میشه. حالا حساب کنید، من یه آدمی بودم که همیشه دنبال میمونم یه زندگی خوب داشته باشم و همیشه شکست خورده بودم. بسیار انگبوت خوبی بود برام، 5 سال پیش تقریبا تو همین آلمان بسیار انگبوت خوبی بود، ولی یه مشکلی داشت. اون میگه توی آلمانیش تختت فیلم نخرایش گوتس، بیشتر به ملکوت خدا توجه کنید. این مشکلش برای من این بود که خدای ملکوت تو چی هست؟ مثلا نمیدونم این چیه. ولی یک جمله رو با همون جهل و نادانی خودم به خداوند گفتم. گفتم مهم نیست، من نمیدونم ملکوت تو چیه، ولی من میخوام ملکوت تو این جایگاه اول باشه. خدا امروز ایستاده با این عنکبوت برای تک تک شما. و همونطوری که گفتم مهم نیست در کجا خدمت میکنی، مهم نیست که این جلو میستی گیتار میزنی، خداوند همه ما رو یکسان میبینه، چون ما بدن مسیح هستیم، تکمیل کننده هم هستیم. خداوند احتیاج به 10 تا کشیش آلبرت نداره در این کلیسا. کشیش آلبرت در سر جای خودش هست، شما در جای، و همه شما در یک جایگاه هستید، همه شما رو به یک شکل میبینه و مهم هستید. خدا امروز با این عنکبوت ایستاده و باور کنید زندگی من، اگر فرصت داشته باشم، اگر بخوام شهادت بدم از این که چقدر خداوند بابت این وعده‌ای که داد به من برکت داد که هیچ ربطی به توانمندی من نبوده، باید ساعتها کتاب بنویسم از کار، خونه، ماشین، همه چیزهایی که خداوند داد و من دنبال هیچ کدومش ندویدم، و خداوند توسط روح خودش به تو خواهد گفت که تو کجا بیستی. تو لازم نیست در ملکوت خدا حتما رهبر پرستش باشی یا شبان یک کلیسا، تو میتونی یک همسر عالی باشی برای همسر خودت، یک پدر عالی باشی، یک مادر عالی، که وقتی دیگران تو رو نگاه میکنن بگن اوه منم میخوام مثل این باشم، منم میخوام اینجوری که این با همسرش رفتار میکنه باشم، من هم میخوام مثل کسی باشم که اگه میذارن جلوی در که دست بدی و خوش آمد بگی، احساس بکنی که کسی که بهش دست بدی عیسی مسیحه که داره وارد میشه و بدون
اینه که انگار داری به عیسی مسیح دست میدی. وقتی افراد تو رو میبینن که اینطور دست میدی، بگن اوه من دلم میخواد جای این وایستم جلوی در خوش آمد بگم. پس اگاهی که ما چه نقش و رولی رو داریم، همه ما مهم هستیم. همونطوری که امروز واقعا شاید شماها احساسش نکردید، اما من لذت بردم از پرستش ها و ستایش های شما و واسه افتخار بود که در بین شما بودم. و نکته آخر، داوود میگه که تا انتهای عالم همه بدونن که خدای اسرائیل سلطنت میکنه. و این نکته بسیار مهمیه برای ما ایرانی ها، و من این پیغام رو دوست دارم که در هر کلیسای ایرانی که میرم بگم. ما ایرانی ها خیلی ایستادیم در کشورمون اسرائیل رو لعنت و نفرین کردیم. من اصلا اسرائیل فن نیستم، یعنی طرفدار اسرائیل نیستم که بگم اسرائیل خوبه، یا اصلا آدم سیاسی نیستم. من یک انسانی هستم که نیکویی خدا رو چشیدم و وفاداری اون رو. و خداوند در کلامش به ابراهیم میگه آن کسی که تو رو برکت بده من اون رو برکت خواهم داد، و اون کسی که تو رو لعنت کنه من اون رو لعنت خواهم کرد. و ما ایرانی ها ایستادیم خانواده هامون، مدرسه، هر جایی اسرائیل رو لعنت کردیم. و من فکر میکنم یک راه ساده نجات ایران ایستادن بر روی وعده های خداوند هست، این که ما بایستیم و اسرائیل رو برکت بدیم تا اونها هم که یک تکه جدا شده از این درخت هستن دوباره پیوند بخورن برای نجاتشون، برای اینکه یهودی ها به این ایمان بیارن که عیسی خداوند هست. چون این خواست و اراده خدا هست، اون وقت به واسطه این برکتی که ما برای اسرائیل میطلبیم خداوند کشور ما رو هم برکت خواهد داد. و عزیزان، من و همسرم هر روز برای اسرائیل سالهاست که دعا میکنیم، و باور کنید که این رو باور کنید که خداوند چنان زندگی ما رو برکت داده، آنچنان زندگی ما رو برکت داده که من میدونم همه به واسطه وفاداری اوست و نه به واسطه خوب بودن ما یا اینکه من تو کلیسا کار میکنم، بلکه فقط به این واسطه که او نیکو هست. و خیلی ممنونم از اینکه گوش دادید به حرفهای من. ببخشید اگر که خیلی پر حرفی کردم. و فقط در پایان میخوام این رو بگم، هیچ ترس و نگرانی نداشته باشید. نیکویی و رحمت خداوند میخواد که تا پایان عمرتون شما رو دنبال بکنه. و فقط کافیه که بدونید نیکویی خداوند یعنی چی. نیکویی خداوند یعنی خداوند اون چیزی رو به تو خواهد داد که تو براش تلاش نکردی. و رحمت خداوند یعنی خداوند اون چیزی که حق تو هست رو و جزای تو هست رو بهت نمیده. و وقتی که تو این رو بدونی و خوشحال باشی که میگه نیکویی و رحمت خداوند قرار هست که یک عمر تو رو دنبال بکنه و نه عدالت خداوند، چون تصور کنید اگر نوشته بود در مزمور 23 آیه 6 که به جای نیکویی و رحمت خداوند که عدالت خداوند، دادگاه خداوند شما رو دنبال خواهد کرد، اون وقت من به شخص نمیتونستم امروز اینجا جلوی شما به خاطر همه خطاها و اشتباهاتم بایستم. ولی چون ایمان دارم که رحمت و نیکویی او تمام عمر من رو دنبال خواهد کرد، شادم، ترس ندارم و خوشحالم. برکت خداوند با شما باشه. دعا کنیم. بله پدر، تو رو سپاس میگیم، تو رو شکر میکنیم، چون تو لایق این ستایش ها هستی. عیسی، هیچ کس شبیه تو نیست، تو نیکو هستی و ما اینجا ایستادیم که امروز نیکویی تو رو بچشیم. خداوندا ایمان داریم که روح تو امروز اینجا هست و حضور تو امروز اینجا هست، و خداوند حضور تو میبایست که آزادی بیاره. به نام عیسی مسیح هر بند و اسارت و ترس رو باطل میکنیم و آزاد اعلام میکنیم و اعلام میکنیم خداوند نیاز داریم به تو. دست هامون رو بلند میکنیم و میگیم روح القدس این اتاق رو با حضورت، با شادی آسمانی پر کن به نام عیسی مسیح. و همینطور خداوند ما فارسی زبان ها، ایرانی یا افغانی که اینجا هستیم، امروز یکی میشیم و برکت میدیم از اینجا اسرائیل رو، قوم تو، قوم یهود رو، خداوند یهودیان رو در سراسر جهان برکت میدیم به نام عیسی مسیح. حفاظت تو با اونها باشه، از تصمیماتی که دنیا علیه اونها میگیره در امان باشن. و پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنیم که هر یهودی نجات رو دریافت بکنه و خداوند اونها به واسطه روح قدوس تو براشون مکاشفه بشه که عیسی مسیح پادشاه یهود و خداوند زنده و اون مسیح موعود اونهاست. به نام عیسی مسیح شما رو برکت میدم. برکت خداوند با این کلیسا باشه، با شهر هامبورگ باشه. مسئولان تصمیم گیرنده شهر رو برکت میدیم خداوند، در این موقعیت سخت کرونا، دکترها، پزشکا، همه کسانی که کمک میکنن رو. و
همه شما با شادی و برکت امروز کلیسا رو ترک کنید و یک نور و برکت باشید برای شهر هامبورگ. به نام عیسی مسیح آمین.